بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است، درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است، آیین ما چنین. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادرای عزیز، اگر ما خواسته باشیم که یک قضیه را طوری که لازم است او را بفهمیم و درک بکنیم و ابعاد گسترده شی را طوری که حقش است بشناسیم، همین تعبیر حکما که میگویند تعرف الاشیاء و بی ازدادها، همیشه یک شی را درست شناختنش وقتی میسر است که ضد از او را خوب بشناسیم. اگر اسلام را هم میخواین خوب بشناسین، پس کفر و جهل را انسان باید بشناسد. ارگاه جاهلیت را و کفر و شرک خوب شناخته شود، بعد زمینه مقایسه از دین با آنها شود، عظمت از دین را خوبتر میدانیم. امی رقم در حقوق هم همونطور است. یک گویی که آوازهای دروغین امروز است و یکی هم واقعیتهایی که اسلام عزیز او را ایجاد کرده است. در تاریخ ما میخوانیم که زن جایگاهش معلوم بود قبل الاسلام و حتی 170 سال پیش در امی جهان کنونی ما جایگاهش به اندازی بود که در جامعه چینی زن خریده می شد و فروخته می شد مانند یک مال و مانند یک متاع، و هرگاه شوهر یک زن وفات می کرد، بعد از او این زن
هم باید کشته میشد و سوختانده میشد و وجودی از او دیگه ضروری نبود. حد اقل کاری که با این زن میشد این بود که محروم بود از اینکه شوهر دیگری بگیرد. در جامعه های دینی هند انگامی که شوهر وفات میکرد زن در پهلویش سوختانده میشد. خب اگر سوختانده نمیشد بعد از او محروم از کل خوبی ها بود، از جملهش غسل کردن نمیتونست، لباس خوب پوشیدن نمیتونست. ای باید همیشه گنده میپوشید، گنده باید میخورد و ذلیلانه باید زندگی میکرد. این قضایا تا قرن ابدوام هم در چین تثبیت بود، در هند تثبیت بود و امی اروپایی که داد از علم میزند، امی اروپا سیاستمدارا و جامعه شناسایشان صریح میگفتند که زن انسان نیست. ایرا در قطار انسان هم قبول نمیکردند. ولی خداوند متعال برای ما شما جایگاه زن را چی عجیب معرفی میکند. از یک طرف خلقت و وجود زن را انعام و لطف بزرگ خود و نمای از قدرت خود و ملجا و مصدر اطمینان برای مردم او را معرفی می کند. صریح می فرماید که خداوند متعال ذات است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسان شما را آفریدیم از یک مرد و زن. بعد از او در رابطه با آخرش می فرماید که لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. هر آینه از نشانی های قدرت خداوند متعال یکی هم امیز که برای شما از نسلتان همسران را آفرید تا با وجود از اونها اطمینان خاطر پیدا بکنید و در میان شما مودت و محبت را آفرید و در این هم دلائل قاطی است برای قومی که فکر می کنند. بنان از دلائل آیات خدا و وسیله اطمینان و سکون برای بشریت قرآن کریم زن را معرفی می کند. دو، زن مخلوق با عزتی است که سبب گسترش نسل و خانواده می شود و الله متعال می فرماید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده. خداوند متعال ذاتی است که آفرید از نسل خود شما همسران را و گردانید از همسران شما اولادتان را و نبیریتان را و خانوادهتان را گسترش بخشید. پس باید ایر احترام بگذارین و عزتش باید بکنین. در سوره مبارکه فرقان پروردگار ما ارشاد می فرماید هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نصبا و سهرا. خداوند متعال ذاتی است که از آب امی زن و مرد سبب گردانیده شده تا به واسطه از این خیشاوندی و قرابت و دامادی گسترش پیدا بکند، رابطه معرفتی تان گسترش پیدا بکند و این خودش بزرگی و عزت است. پروردگار عظیم انگامی که برای یک انسان اولاد میدهد و این تحفه الهی را بر شنایت می کند، جایگاه زن را مقدم ذکر می کند نسبت بر مرد و این در حقیقت جایگاه را بلند بردن است. الله می فرماید لله ملک السماوات والارض یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. ملکت آسمان ها و زمین از آن الله است. او ذات عظیم یک تعداد را سراسر دختر می دهد، یک تعداد را پسر میدهد، یک تعداد را دختر و پسر میدهد و او ذات دانا و قادر است. بنان در ایجا هم حبه و بخشش را
ابتداعا از زن شروع می کند تا جایگاهش بالا برود. خداوند متعال جنت را هم برای زن و هم برای مرد جایگاه قرار می دهد. برای حضرت آدم می فرماید اسکن انت و زوجک الجنه، خودت و همسرت در جنت زندگی بکن. شیطان را برای زن و برای مرد به عنوان دشمن معرفی می کند، این هذا عدو لک و لزوجک، این شیطان دشمن برای تو و برای همسری تو است. قرب و نزدیکی به الله متعال تعلق به اعمال دارد، نه به جنس، نه به جنس. هر کسی که اعمال شایسته انجام بدهد، چی مرد باشد چی زن باشد، جایگاه عظیمی نزد خداوند متعال پیدا می کند. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه، هر کسی که عمل صالح بکند چی مرد باشد و چی زن باشد، در حالی که این عمل سرچشمه بگیرد از ایمان صحیح، خداوند متعال خامخا زندگی پاکیزه را نصیبشان میکند. پس در اینجا هم هیچ فرق در بین زن و مرد وجود ندارد. خداوند متعال آنانی را که ولادت دختر را بد میداند و قهر میشود و دوستشان ندارد، اونا را تقبیح میکند. در سوره مبارکه نحل ارشاد میفرماید از بدی او انسانایی که در رابطه مولود دختر شگون بد میگیرد، اونا را بد میداند، نظام جاهلی عرب را نقد میکند و میفرماید که و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. انگامی که به یکی از این مردم مژده از این داده می شد که در خانه دختر تولد شده، بعد از او یک بار روی سیاه می شد و غصه و قهر سراسر وجودش را می گرفت، بعد از او که خود تصمیم می گرفت که چی بکنه با این مولود، آیا نگاهش بکنه با تمام ذلت و خاری، ام یدسه فی التراب، و یا ای که در خاک زنده به گورش بکنند. یکی از این فیصله ها را میکند، یا ای که با ذلت و خاری نگاهش میکند و یا ای که ای را زنده به گور میکند. قرآن میگه الا ساء ما یحکمون، چقدر بد است فیصله از اینها، چقدر زشت است حکم از اینها که مولود خود را یا زنده به گور بکند و یا هم به بدترین حالت اونها را نگاه بکند. خداوند متعال آنانی را که بزانان پاک دامن تهمت می بندد، اونا را ملعون قرار می دهد. ایتو ملعونی که هم در دنیا و هم در آخرت نفرین دنیاوی و اخروی را برش می دهد. در سوره مبارکه نور می خوانیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، آنانی که زنان پاک دامن و بیخبر و بیچاره را و تهمت های ناروا و زشتشان میزنند، در دنیا و در آخرت مورد نفرین خدا و لعنت خداوند متعال قرار میگیره و برایشان عذاب بس بزرگی است. پس این قرآن چگونه دفاع میکند از این قشر مظلوم و از این قشر بیچاره؟ در سوره دیگر قرآن میخوانه والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهدا فجلدوهم 80 جلده، آنانی که بزانان بیچاره و بیخبر و مؤمن و صالح تهمت میبندن، اگر 4 شاهد را حاضر نبکنن 80 دور. قرآن میگه این مردمی که تهمت میبنده باید زده شود، نه تنها که فجلدوهم 80 جلده، بعد تکرار میکنه ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، در هیچ جای در هیچ مجلس و در هیچ وقتی از اوقات دیگه گواهی از این مردم هم قابل قبول نیست. شما دفاع را یک بار ببینید که کدام حقوق زن همچی تهدید را داده، ولی قرآن کریم میداد آنانی که زنان مؤمن را تهمت میبندند اگر 4 شاهد را حاضر نکرد 80 دوره باید بخورد، 3 شاهد را هم حاضر کرد بازم 80 دوره باید بخورد. بعد این را خب بگذاریم که در از شهادت از اینها در هیچ امری از امور قابل قبول نیست، دیگه بعد از شهادت خلاص شده، مثل که دیوانه شهادت خلاص می شود، بس اینا را هم خلاص می کنند. و اولئک هم الفاسقون، بعد میگه ای گروه
و این افراد از جمله بدکاران هستند. خود تابه بدکاری، تابه فسق و نبود قبول شهادت و ضربه بدنی کلش را سرش حواله می کند و این در حقیقت دفاعی است که قرآن کریم از مقام شامخ از این زنا می کند. یک زنی است از اصحاب رسول ما صلی الله علیه و سلم به نام خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها و ارضاها، ایرا شوهرش امرایش زهار کرد. وقتی که زهار امرایش کرد، نزد رسول ما صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که یا رسول الله، با شوهر خود زندگی کردم، جوانی خود را از دست دادم و پوست ما کنجلک شد، اولاد برش بزرگ کردم، آلی امرایم زهار میکند و مرا معلق قرار داد که از خانه دیگه باید برایم، این چی کاری است که در حقم کرد؟ و در نظام جاهلی امتو بود زن که امرای زهار میکرد که تو بمانند مادرم هستی، ای در حقیقت سرش طلاق میشد، دیگه بعد از با رابطه با این زن برقرار نمیشد. وقتی که این حکم را تشریع کرد و قرآن کریم نه قبلا ردش کرده بود نه تاییدش کرده بود، رسول ما صلی الله علیه و سلم برش فرمود که ما در این باب چیزی برات گفته نمیتونم. بعد از این زن گفت که ما به الله شکایت میکنم، ما به الله شکایت میکنم و آواز خدا به الله بلند میکنم. اما بود قرآن کریم آیه های 4 آیه در این مورد نازل میشود: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. شما ببینید که این آیه میگه یقینا الله شنید گفتگوی شما را، گفتگوی تو را با زنی که در مورد شوهر شکایت میکرد، او را الله شنید، بعد از او حکم را صادر می کند. این معنی چی را می دهد؟ که الله متعال این گروه را دوست دارد و شکایتش را پروردگار عظیم می شنود. الله متعال ضرر رساندن به مردان و زنان مسلمان هر دو را معنی می کند، نه به یکیش. ضرر من حیث ضرر بد است. اگر این ضرر را به مرد برسانی، اگر این ضرر را به زن برسانی، الله می فرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. هر کسی که اذیت می رساند مردان مؤمن و زنان مؤمنه را بدون از اینکه کدام کاری کرده باشد، بدون از اینکه کدام عملی را انجام داده باشد، یقینا که بهتان و بزرگ گناه را برای خود جذب کرده و ایجاد کرده و به انجام داده است. در سوره مبارکه بروج می خوانیم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، آنانی که جزا می دهد، در شکنجه قرار می دهد مردان مؤمن و زنان مؤمنه را، اردویش را بد می گوید. یک ایرانی که اگر کسی مردا را ضرر برسانه بد است، اگر زنا را کسی ضرر می رسانه ایر اسلام چی می گوید؟ می گه خیر است. ای تو نیست. پروردگار عظیم ساختن جامعه را، اگر ما خواسته باشیم یک ملت واحد باشیم، نمای از جامعه صالح را ارائه بکنیم، یک جامعه با امن و با اطمینان و خوش را داشته باشیم، مسئولیت را برای زنا هم باید بدیم، اونا را هم مشترک بکنیم، سهم برش بدیم در ساختار جامعه ما، اونا را با مانند ما که یک کتله بزرگ جامعه خود را عقب کشانیدیم، در انزوا قرارش دادیم، سهم را برای آبادی جامعه خود و ساختن یک جامعه مطمئن متاسفانه برش نمیدیم و اگر میدیم باید در روشنی قالب غرب صفاک بدیم. این تعبیری است که قرآن را قبول نمی کند و قرآن تصریح می کند در سوره مبارکه توبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله. اینجا تصریح میکنه قرآن کریم مردان مؤمن و زنان مؤمنه یکی با دیگری همکار هستند، همکار یک دیگر هستند. چی میکنند؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و کارهای خوب امر میکنند، از کارهای بد منع میکند و در پهلویش و یقیمون الصلاة، نمازم برپا میدارد. ما چی کاری کردیم؟ شما ببینید سرشپه روان هستیم، زن را در وقتی که خرید بوده باشه باید برود در بازار بگردد،
خوب کل خریداری های عروسی را زنهای افغانستان میکنند. این واضح هست و روشن است. الا ما رحم ربی. ولی اگر زن بیچاره به نماز بیاید با دیگه قار ما میاد. زن چرا در مسجد میاد؟ این خونه روا هست. وا 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 گپار سرش میزنیم. در حالی که عزیزم تو در بیرون هم نصیحتش نمی کنی. در مکتب خوبم نمی بریشد. درس هم برش نمی دی. و در مسجد هم دشمنی هم رایش می کنی. این چی تعبیری است که تو می کنی؟ بنان خود ما به اختیار خود ما حقوق زن مسلمان را زنان سیکولر و بیدین و زنان فاحشه و رذیل اینا دفاعش می کند. و اگر زنان مؤمن با درک با فهم و با دین اینا حقوق خود را در روشنی شریعت اونا تمثیلش بکنه، اونا معاونت بکنه، در حقیقت ما قدم رسای را برای رشد ظرفیت های مادی و معنوی خود گرفتیم. زندگی در دنیا و مشارکت زن و مرد به پیش می رود و هر دو جنس به یک دیگر ضرورت دارد و قرآن کریم ای را به مانند لباس تعبیر می کند. چی زیبا می فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. پس نمی شود بی لباس بوده باشی، باید لباس داشته باشی. آرایش تو در حقیقت خانم تو هست و آرایش خانم در حقیقت تو هستی. پس وقتی که چونین است لباست را باید پاک نگاه بکنی، زیبا نگاهش بکنی و در دفاع و دوری از گندگیش باید تلاش بکنی. اردو باید چونین بکنه. زن باید تلاش بکنه که خانواده خود را خوب نگاه بکنه، از رسوم غلط، از اعمال غلط، از فکر غلط خانواده خود را نگاه بکنه. امیر قمر چونین کار را بکنند و اگر متوجه نشوند به نگهداری لباسشان، هر غلطی که در لباس ظاهر شود در حقیقت برای بدن تو نسبت داده می شود. در حقیقت تو بدنام می شی، مردم تو را بد می گوید. و قرآنی تعبیر زیبا را می کنه که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خداوند متعال در قرآن کریم زنان الگو را برای ما شمالی معرفی می کند. ای تو فکر نکنن که در این قشر عظیم، در این قشر بزرگ، این قشری که بیش از نصف جامعه را تشکیل می دهد، در این جانا شخصیت ها نبوده باشد، در این جا مردمی که اقتدا پشت شود اونا وجود نداشته باشد، بلکه زنای را قرآن برای ما معرفی می کند که در حقیقت اونا قیادت می کند، اونا الگو هستند. ببینن که قرآن کریم مادر حضرت بی بی مریم علیه السلام را من حیث یک الگو به ما معرفی می کند. و یقیناً که انسان متوجه شود به این زن با عزت، با این زن با غیرت، با این زن حساس و مسئولیت شناس عجیب تعبیر می کند. شوهرش وفات می کند. شوهرش کسی بود که منبر داشت. شوهر کسی بود که بحثتها انسان در درسش می شد. شوهرش کسی بود که مردم را استقامت می داد. انگامی که وفات می کند این منبر طبیعتاً به کسی دیگری در اختیارش قرار داده می شود. بعد اون نصیحت را شروع می کند. ولی این زن با غیرت احساس دارد. بعد میگه که عجیب است. این عزت خو مربوط به خانواده ما بود. چی گونه شد که آلی از ما گرفته شد و ما چرا در خانه خود کسی نداشته باشم که مردم را به دین دعوت بکنه؟ از امو خاطر با صراحت لهجه میگد که اذ قالت امرأت عمران ربی اینی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. پروردگارا ما به خاطر تو و به خاطر رضای تو و به خاطر گسترش مفاهیم دین و تعبیر دین آنچه که در شکم ماست او را آزاد کردیم تا خدمت دین را بکنه. پروردگارا ای را از ما قبول بکن. با تمام عاجزی میگوید. شما ببینین عزیزا چی تعبیر زیبایی، چی غیرت بزرگی که ایزن دارد. نمیخواد که این منبر شوهرش در اختیار دیگر را براده. میگه خدایا آنچه که در شکم ماست او را آزاد کردیم از تمام کارهایی که برای ما بکند، به خانه ما بکند و به اسلام مزنه بیوه، در حقیقت به عصا چوب ذره دارم. ای عصا میشود، ای را نمیگیرد. میگوید که پروردگارا ای را آزاد کردیم تا خدمت دین تو را بکند، تا در گسترش دین تو تلاش بکند. و ای در حقیقت از اون غیرت عزیزان برای ما شما قرآن حکایت میکنه که زن مسلمان چنین تعبیر را از اولاد خود داشته باشد. بعد جالب ای است که انگامی که دختر تولد میشه و بسیار عاجزی میه که خدایا اینی وضعتها انثا، میگه ای ما خو یک دختر را به دنیا آوردیم و او کاری که من میخواستم او انجام بدهد
گفت و علیت ذکر و کل انفا بس ای مرد خو مانند زن نیستن و کارهایی که من میخواستم انجام داده نمیتاند ای تعبیر را میکنن. علمو میفرماید که یکی ای را اگه مقوله از زن عمران بدانیم ای در حقیقت حزن خود را اظهار میکنن که نمیتونه که زن همانندی که بوده باشد همانند مرد باشد آزاد باشد، ای کاش که مرد تولد میشد. جمعی از مفسرین کرامی که نه این مقوله خداوند متعال است و برش میگوید که ولیت ذکر و کل انسا، این دختری که برای تو داده شده چنان عظمه دار که هیچ مردی به پایش نمیرسد، هیچ مردی به پایش نمیرسد. ولیت ذکر و کل انسا، این مردایی که در گرداگردت میبینی هیچ مردی به پای از این دخترت نمیرسد، چنان عظمت را الله برای دخترت میده، اونا را الگو قرار میده و مایه تغییر قرارش میده. از این خاطر حضرت مریم بنت عمران علیه السلام در سوره های قرآن کریم برای ما شما را معرفی میکند: اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین. چی عجیب است، بلندی مقامش را ببین. ای مریم، یقیناً که خداوند تو را برگزید، پروردگار پاکت کرد و خداوند متعال بر زنان عالم تو را برتری قبول داد. این چیزی است که واقعاً ولیت ذکر و کل انسا، چه بسا مردای به پای چنین زن عظیم نخواهد رسید. و چرا چنین تعمیر برش میدهد؟ مادرش با غیرت بود و مادرش با تمام احساس و با تمام امید به پروردگار رجوع کرد و خداوند متعال هم از این نسل چنین زنی را برگزید که مادر حضرت عیسی پیغمبر اولوالعزم خداوند متعال می شود و خودش از بزرگترین نمونه های اعجاز خداوند متعال در باب وجود است. سوم زن را قرآن کریم به ما معرفی می کنه: آسیه بنت مزاحم، همسر فرعون علیه اللعنه. او را به ما بیان میکنه، میگه و ضرب الله مثلا للذین آمنوا. خداوند متعال بیان میکند برای مردان مؤمن، برای نسل مؤمن و مسلمان، اعم از زن و مرد، امرأت فرعون، خانم فرعون را، خانم فرعون را به نمایش بگذارد و به عنوان الگو معرفیش میکند. اذ قالت، هنگامی که گفت رب ابنی، خدایا بناکو برای ما بیتن فی الجنه، یک خانه را نزد خودت در جنت. رب ابنیلی عندک بیتن فی الجنه، خدای یک خانه را در جنت برم بساز. و نجین من فرعون و عمله، مر از فرعون و از عمل از اون نجات بده. و نجین من القوم الظالمین، و از قوم ستمگارم پروردگار مرا نجات بده. تو عجیب است، ای زن در داخل خانه فرعون است، فرعون پادشاهی که همه چیز دارد، اما چیز دارد، از مادیات، از خوردنی ها، از پوشیدنی ها، از خانه زیبا، ای زن غنی است که چیزی را طلب بکند، ولی ای کلش را برای خود بندی خانه می داند و میگه خدای یک خانه ای را در جنت برم بساز، از خانه فرعون تیر استم، پروردگار از خوبی های فرعون مادی تیر استم، مرا از این و از قوم ستمگار نجات بده. پس این زن چه احساسی دارد؟ زیر رابطش وقتی که با خدا توسط فرعون و خانه فرعون و نظام فرعون قطع می شود، از خداوند متعال می خواهد که تغییر برش بدهد. قرآن هم چه یک زن را به ما معرفی می کند که وای زن مسلمان، از این زنها بوده باش که معیار بلندی را برای خود باید قبول بکنی. قرآن کریم زن دیگری را به ما معرفی می کند، بلقیس را، ملکه یمن، او را به ما معرفی می کند و عقل از او، درایت از او، فهم از او را به ما پیشکش می کند که ببینین با زنها دشمنی نکنین، نگون که اینا چی را نمی فهمن، نگون که از اینا توانایی کار ندارن، نگون که اینا نمیتونن تغییر را در جامعه بیارن، نگون که اینا قیادت کرده نمیتونن. قرآنی را بر ما و شما میدهد و مثال عجیبی است. به نسبت کمبود وقت ما نمیخوایم در این قضیه داخل شم، ولی جالب است که انگامی که تعبیرات از این زن را در باب حکومت داری، در باب مشوره، در باب تعبیر از نظام و ایجاد امن و صلح برای کشورش، این انسان میبینه تعجب میکنه از درایت ازی، از فهم زیبای ازی. قرآن میگه که در زنا همچون
کسای وجود دارد و اینها را الگو بگیرین. الگو به این معنا که پشت سری از اینها را بگیرین، در میان شما هم چنین زنای پیدا میشه اگر استعداد برش داده شود، وقت برش داده شود، زمینه برش داده شود، اینا هم میتونن قیادت بکنن. و چرا قیادت نکنن در حالی که نیم جامعه ما شما را تشکیل میدهد؟ نیم جامعه ما را وقتی تشکیل میده، تلاش باید بکنیم که حقوق مشروع صحیح قرآنی از اونها را باید بدیم. قرآن کریم زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان الگو به ما معرفی می کند. رسول ما صلی الله علیه و سلم زنان مسلمان را به عنوان الگو به ما معرفی می کند. حضرت خدیجه رضی الله عنه و ارضا، مادر ما و شما، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، والله شما ببینین احسان حضرت خدیجه رضی الله عنها را فرد فرد ما و شما باید بپذیریم. زنی که تجار است، زنی که پولدار است، و پیغمبر علیه السلام از شرک، از نفاق، از بدبختی، از ضعف اقتصاد، از بی‌نظامی انگامی که شکایت میکنه و او را به زبان خود میارد، بعد امی زن مسلمان برش میگه که از خرچ خانه خلاص استی، اما قبول داریم که ما شما بخوریم، تو برو برای تغییر مردمت از خدایت نصرت بخوای. پیغمبر علیه السلام نان خود را میگیرد، بعد 3 روز و 4 روز و 5 روز نان را میبرد در غار حرا، در اوجا تفکر میکند و از خداوند متعال استمداد میخواه که خدایا یک نسخه تغییر را برای مردم بده تا این مردم از این گودال جهل، از این نفاق، از این بدبختی خلاص شود. این حمایت، حمایت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها است. مال خود را داد در گسترش دین و در حمایت دین، آنقدر خرج کرد که در وقتی که این مبارکه در شب ابی طالب در اوجا محصور میشن، چیزی ندارن که در دگدانشان پخته بکنن، با وصفی که دیروز پولدارترین زن قریش بود و تجار بود، مال داشت، دارایی داشت، همیشه در راه خداوند متعال داد. پس چقدر عظیم است در تعریف دین، در گسترش دین مال خود را داد. و از جانب دیگری این مبارکه کسی است که اولین کسی است که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان میارد. پیش از ابوبکر ایمان میارد، پیش از حضرت زید بن حارثه ایمان میارد، پیش از حضرت علی بن ابی طالب ایمان میارد. بنان این حقش است و با صراحت بگویم که اولین کسی که در تاریخ بشریت لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان خود آورده، حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها است. اینا که ما میکنیم که اولین در مردایی، اولین در زنایی، اینا نگوین، بگوین اولین انسانی که ایمان آورده حضرت خدیجه کبرا است و این حقش است، باید به همین صراحت لهجه برش گفته شود و این جایگاه بزرگ عزیزان را در حقیقت برای ما و شما به نمایش میگذارد. ببینید که خداوند متعال جایگاه عزیز چقدر بلند میبرد. عجیب است، روزی رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکند، حتی جبرائیل النبی صلی الله علیه و سلم، جبرائیل امین آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال، گفت یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، هذه خدیجه قد اتت معها اناء و طعام، فاذا اتتك فقرا عليه السلام من ربها و منی و بشرها ببیت فی الجنه. سبحان الله، ای کسی که به طرف تو عالمی حضرت خدیجه را رسول الله ندیده است، پیش از او که به خانه حضرت رسول الله داخل شود، حضرت جبرائیل میگه که یا رسول الله، به طرف تو حضرت خدیجه روان است و در دستش هم یک کاسه ای است که در او نان است، در او طعام است، به طرف تو او را میارد و با تمام محبت او را برای تو تیار کرده است. بناهن او محبتی که با تو دارد، وقتی که نزدت آمد، بعد از او میدانی چی برش میگی؟ فقل، برش بگو، فقر علیه السلام من ربها، از طرف پروردگارش برش مژده سلام بده که خداوند متعال برای تو سلام میگوید. سبحان الله، شما فکر بکنید، برش بگو فقر علیه السلام من ربها، از طرف پروردگار برش سلام پیشکش بکو، و منی و از طرف ما برش سلام بگو. از طرف دیگر
و بشرها مژده برش بده به زن مؤمن به بیت فی الجنه به یک خانه در جنت. چه رقم خانه است؟ خانه ای که از جواهر جور شده است، از جواهر جور شده است و هیچ نوع مشقتی را در این خانه دیده کس تثبیت کرده نمیتونه. این تو خانه ای که از جواهر جور شده، انگامی که داخل شوی هیچ نوع مشقتی در این خانه نباشد، چون این خانه ای را پروردگار عظیم برای عزیز زن مؤمن میدهد. از طرف دیگری انگامی که وفات میکنه، در یک کتاب می را خواندم که حضرت خدیجه رضی الله عنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله، وقتی که مرا در قبر گذاشتی بعد امی روخ مرا به طرف کعبه بکن. وقتی که در قبر میگذارش روخش به طرف کعبه میکنه، باز روخش طرف آسمان میشود، باز هم تو میگه بلای برابرش کرد. سوم دفعه که برابرش میکند، حضرت جبرئیل به رسول الله میفرماید که الله دوست ندارد که علاشه حضرت خدیجه به خاک گذاشته شود. سبحان الله، این باید به طرف ما باشد، اما تو باید بالا باشد. این جایگاهی است که الله متعال برای زن میدهد، برای زن مسلمان میدهد. دیگر تعبیر بگیرین، حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها و ارضاها، خانم رسول الله، مادر ما و شما، او جایگاه چقدر بلندی دارد. از رسول ما صلی الله علیه و سلم پرسان می شود که من احب الناس الیک، او کسی را که زیاد دوست داری کیست؟ قال، گفت عایشه، حضرت عایشه را زیاد دوست دارم نسبت به هر کسی دیگری. ابو موسی اشعری رضی الله عنه و ارضا، او مبارک می فرمه که ما اشکل علینا امرون فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما. امام ترمذی حدیث را روایت میکنند که ما در امر از امور دین ما مشکل را پیدا نمیکردیم، وقتی که مراجعه میکردیم به حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها، میگه در مورد عموم مسئله نزد از او علم بود و برای ما راهنمایی میکرد. پس جایگاه را ببین، از نظر علمی ابو موسی اشعری از جمله فقهای صحابه است. او میگه که با ما مشکل پیدا میشد، ما به حضرت ام المؤمنین مراجعه میکردیم و در او امر خامخا او چیزی را میدید. حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها و ارضا، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که پیغمبر میگه که الفاطمه بدعه منی، دختر ما در حقیقت گوشه ما است. اگر کسی ای را قهر می کند، در حقیقت مرا قهر کرده، در حقیقت مرا به خشم آورده است. پس آل ببینیم که برای زنان مسلمان، برای خواهرای ما، الگوها را قرآن کریم داده است، آنانی که باید قیادتی از اونها را بپذیرند و سیادتی از اونها را بپذیرند و روش از اونها را برای خود اختیار بکنند، تا جایگاهی از اینها جاودانه مانده، جایگاهی از این خواهرای ما هم جاودانه بماند. ما نمیتونیم که حقوقی که دشمنان بشریت، دشمنان بشریت، شما عملا میبینین و درک میکنین که کل فساد را اینها ایجاد میکنن، قتل، غارت، ظلم، اما چیز را اینا میکنن و در پشت تمام توطئه ها اینا قرار دارن و یک تعدادی از زنان مسلمان اتو فکر میکنه که خدا نخواست علما با اینا دشمنی خواهد بکند، مسلمان ها با اینا دشمنی، چون این نیست، بلکه زنها خواهرای ما هستند، مادرای ما هستند و جایگاهشان چنان بلند است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در جاهای متعددی برای ما شما میفکر استوصوا بالنساء خیرا، همیشه به زنها خیر را توصیه بکنید، نیکی را برایش توصیه بکنید. از او بیشتر پیغمبر علیه السلام میفرماید که از کس سوال میکنه من احق الناس بحسن صحابتی، کسی که زیاد امرای صحبت بکنم و همنشینیش اختیار بکنم کیست؟ قال امک، مادرت است. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ابوک. ببینی کسی که زیاد امرایش بشینم کیست؟ میگه مادرت است. بعد میگه مادرت، بعد میگه مادرت، در مرحله چهارم میگه پدرت. پس این برای ما چیه؟ زن در حقیقت مادر هستند، هر زن مادر ما شما هست. وقتی که مادر است، پیغمبر میگه مجلسش را گرامی بدار و امرایش بشین.
ابن ماجه و نسائی حدیثی را از رسول ما علیه السلام روایت میکنه، الجنت تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای مادر است. اگر میخوای جنت بری، پای مادرت را گرامی بدار و او را بباس، او را ببوس، با او احترام بگذار، زیرا تا جنت بروی مفنیسی جنت رفتن. یکی از علما بزرگ، او دارالعلوم کراچی از دارالعلوم‌های بسیار بزرگ دنیا و جهان معاصر ما شماست، در یک زمین بسیار بزرگ هم جور شده. وقتی که او جور می شد، پدر تقی عثمانی رحمت الله علیه، تقی عثمانی میه که دیدم که مادر کلانم مریض بود، پدرم پایش بوسه می کرد و که خود زمزمه می کرد که کاش که دارالعلوم جور نمی کردم، مروی چی به این دارلوم، اما تو گفته می راست عشقش می آمد. ما تعجب کردم که تو یک مرکز بزرگ علمی را ساختی و آلی عشقت می آید پایه مادرش بوسه می کنم، اما چرا این کار کردم؟ پرش گفتم پدر جان چرا؟ گفت بشیم، وقتی که من این دارلوم می ساختم مسافر می شدم، ناوقت به خانه می آمدم، شب ناوقت می آمدم و مادر خود را به واسطه دارلوم رنج دادیم و او تشویش میکرد و بر من میگفت کجا هستی و کجا هستی، ما با واسطه دارلوم او را رنجانیدیم. بنابراین اگر خدا از من پرسان بکنه که اجر دارالعلومت بیشتر است و یا اجر اطمینان دادن خاطر برای مادرت، کدامش بیشتر است؟ و من یقین دارم که احترام مادر و امن دادن بر مادر ای بهترتر است نسبت به دارلوم. شما فکر بکنین که این علما هستن، این مردم های عادی نیستن، اینا علمایی که شخصیت ها را تربیت می کند. جایگاه مادر را به حسب حدیث که الجنت تحت اقدام الامهات چنین تعبیر می کند. پس خواهرای ما باید بدانند که اینا مادرای مسلمان هستند و جایگاهشان چنان بلند است که جنت رفتن هم تعلق به اینا خواهد داشت. امام ترمذی و امام مسلم از رسول ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنم، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامه انا و هو کهاتین. کسی که دو دختر را تربیتش بکند، بزرگش بکنه، سالم تربیتش بکنه، در روز قیامت ما و او انت یک جا میاییم، فاصله در بین دو انگشت و یا بلندی و پخشی در بین دو انگشت، اما نزدیک هستیم. پس کسی جنت را هم میخواهد، تربیت سالم دخترای خود را به عهده بگیره، اونا را درست تربیت بکنه، خودشان نداشته باشه، خواهرزاده هایشان، برادرزاده هایشان، ایتام را تربیه سالم بکنه تا جنت را خداوند متعال نصیبشان بکنه. دفاع از زن در حدیث که رسول ما صلی الله علیه و سلم تعبیر میکند که من قتل دون اهله فهو شهید، کسی که در حمایت از ناموس خود کشته می شود او در جنت می رود، او شهید است. در حمایت از زن، در حمایت از ناموسش کشته می شود، پیغمبر می گه فهو و شهیدون، او کسی است که شهید است. جایگاه زن، کسی که رابطیشان را در خانه خراب میکنه، نمامت و شیطانی را در خانه ایجاد میکنه که رابطه یک زن با شوهرش خراب شود و ایره تخریب بکنه، رسول ما صلی الله علیه و سلم لیس منا من خبب امراه علی زوجها، از ما نیست کسی که رابطه زن را با شوهرش خراب میکند، از ما نیست، ولو که لا اله الا الله بگوید، ولو که نماز بخونه، ولو که روزه بگیرد. پس چرا این در حقیقت دفاع است از زنی که در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم یه شیطانت کسی بکند و رابطش با شوهر کسی خراب بکند. انفاق در ذاتش بسیار خوب چیز است، باید انفاق در راه خدا بکنیم، از مواصفات مسلمان امی است، ولی کدام جای زیاد ثواب دارد، در کجا خیر بکنیم زیاد ثواب میگیریم؟ امام مسلم از رسول ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، دینارم انفقته فی سبیل الله، یک دیناری که تو را انفاق بکنی در راه خداوند متعال، و دینارم انفقته فی رقبت، و دینار پولی که تو انفاق بکنی در آزادی گردنها، و دینارم تصدقت به علی مسکین، پولی که تو خرچش بکنی با مردم بینوا و مسکین، و دینار انفقت علی اهلک، و پولی که تو انفاقش میکنی بر خانواده،
بر همسرت، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلک، او پولی که تو به خانمت مصرف میکنی نسبت به هر پولی سیگانه قبلی ثوابش بیشتر است. این در رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، پولی که تو او را انفاق بکنی در آزادی گردن، پولی که تو انفاقش بکنی در راه خدا، در مساجد و در مساکین و در جهاد، پولی که تو انفاقش بکنی به مساکین، پولی که ما انفاقش میکنی بر خانوادید به خاطر خدا و رضای خدا که خانمت اطمینان پیدا بکنن، ثوابش بیشتر است نسبت به پولی که گذاشته. پس این در حقیقت دفاع است، این در حقیقت تشویق است، این در حقیقت احترام گذاشتن به مقام زن است که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید. هرگاه یک زن به صفات دین تربیت شود، یعنی به این معنا که حجاب خود را رعایت بکنه، پروردگار خود را اطاعت بکنه، از شریعت اطاعت بکنه و پروردگار خود را بشناسد و به او سجده بگذارد و به نمازهایشان مواظبت بکنه، امر بالمعروف بکنه، نهی از منکر بکنه، تربیه اولاد خود را به شکل درست او را با هده بگیرد، احترام شوهر خود را بکند، هویت خانوادی خود را نگاه بکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از او تعبیر میکند. یک تعبیر از حدیث رسول الله داریم که جنت 8 دروازه دارد، هر دروازهش اتو نام دارد و طور مثال یک دروازهش نامش ریان است که از او دروازه روزدارا داخل می شود، یک دروازش از جهاد است، یک دروازش از نماز است، اما تو دروازه دروازه 8 دروازه به عبادت های عمده تعلق می گیرد و مسلمان از او دروازه داخل جنت می شود. وقتی که حدیث را رسول الله گفت، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دست خود را بلند کرد که یا رسول الله، ای تو کسی پیدا می شود که از این کل دروازه بر صدا کرده شود که از این طرف بیا؟ پیامبر خدا گفت که ابوبکر انشاءالله که تو خواهد بودی، تو خواهد بودی که از کل دروازه جنت بر تو آواز می شود از این طرف بیا. زیرا در حدیث از رسول ما علیه السلام می خوانیم که انگامی که پیغمبر در جمع پرسان کرد که امروز کی مریض پرسان کرده، دست ابوبکر بلند شد. بعد پرسان کرد که امروز کی در راه خدا انفاق کرده، دست ابوبکر بلند شد. پرسان کرد امروز کی در جنازه مسلمان شرکت کرده، دست ابوبکر بلند شد. هر خوبی را که همونجا کرد دست ابوبکر بلند بود، چون در کل قضایا این مبارک پیش قدم بود. پیغمبر خدا هم برش گفت که کل دروازه جنت در رخ تو باز است. ولی برای زن مسلمانه که مواصفات دینی داشته باشد، تعهد دینی داشته باشد، پیغمبر ما می فرماید علیه السلام، المرأة اذا صلت خمسها، زنی که 5 وقت نماز خود را بخواند، و احسنت فرجها و عفت خود را نگاه بکند، و اطاعت زوجها و از همسرش فرمانبرداری بکند، فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت، از هر دروازه جنت که میخواهد داخل شود. شما ببینید دیگر، اگر این صفات را زن مسلمان پیدا کرد، نماز بخواند، یک عفت خود را نگاه بکند، با حجاب زندگی بکند، از این لباس های تنگ و ترش و بی‌معنا دوری بگیرد، از مجالس اختلاط دوری بگیرد، خنده های ناروا را با مردها نکند، دست خود را با محرما ندهد، مجلس را برای نامحرما گرم نکند، خود را در محضر مردها قرار ندهد که برای سعی بکنه و لذت ببرند، اگر این کارا را نکند، در پهلویش از نماز 5 وقت خود را بخواند، اطاعت از شوهر خود بکند و در پهلویش نگاه بکند امو عفت خود را، فلتدخل، پس داخل شود، من ای ابواب الجنه شاءت، از هر دروازه جنتی که میخواهد، از هر دروازه که میخواهد. پس ای از اساس، ای از دینی که برای زن چی جایگاه را قرار داده است. ولی ببینیم که زنی که سبب گمراهی مردا شود، زنی که سبب انحراف جامعه می شود، قسم به خدا از بوی جنت را هم نمی بیند و رسول ما صلی الله علیه و سلم امیر هشدار می داد که در آخر روزهایی که ما شما قرار داریم از دنیا، شما زنها را می بینین که
کاسیات عاریات، زن است لباس دارد، کاسیات لباس دارد، عاریات و لچ است. چطور میشه کسی لباس داشته باشد لچ باشد؟ کسی که زنی که لباس تنگ و ترش را بتن خود میکند که برجستگی های وجودش نمایان میشود، یا این تعبیر که لباس نازک را بتن میکند که جایگاه وجودش دیده میشود، این زنها داخل جنت نمیشود، حتی بوی جنت را هم به مشام نمیگیرد، زیرا سبب انحراف جامعه ما میشود. پس ما برای زنان مسلمان ای را خطاب میتون که خود را در معرض از این حدیث قرار نتین، از برای خدا از لباسهایتان را اصلاح بکنین، این لباسهای تنگ و ترش را نپوشین، این لباسهایی که وجودتان از او معلوم میشه از او دوری بگیرین، رانایتان از پیشان معلوم میشه و جایگاه برجستگیتان معلوم میشود، با مردا دست میتین، با نا در مجلس میشینین، خنده امرایشان میکنین، قصه امرایشان میکنین، این کار ناروا را نکنین، عفت خانواده خود را نگاه بکنین، عفت این ملت مجاهد را نگاه بکنین و سبب بدبختی برای ما و برای مردم نشوین. دین نگفته که تو تحصیل نکو، دین گفته تو تحصیل بکو. طلب علم فریضه است برای زن و مرد مسلمان، ولی با حجاب با پوانتون برو، با حجاب با مکتبت برو. دین گفته که تو کار بکو، ولی کدام کار را بکو؟ کاری که با موزیب زینت خودت برابر بوده باشه، بهترین کار است که تو معلم شوی، برو درس بده و انشالله در این خیر است. و در این ماموریت های ناروایی که ما میبینیم، جز فساد شی در اونیست، جز خرابی شی در اونیست. و این زنان ناروایی که به نام دفاع از حق تو سخن میگد، اونا دشمنان تو نیست، جز دشمنان تو شی دیگری نیستن. زنان بی عفتی، بی آبرویی که شوهرای خودشان از پیشان شکایت میکنن، خانواده خودشان از پیشان شکایت میکنن. همین زنایی که در تلویزیون مبرن، برین خانواده هایشان را یک بار مطالعه بکنین، اینا در خانه خودش جای ندارد، اینا نتانسته حقوق خانواده خودشان را بدهد، چگونه میتونه حقوق تو را بدهد؟ چگونه میتونه از حقوق تو دفاع بکند؟ بنان حقت را قرآن داده است، حقت را رسول الله داده است، حقت را علما تثبیت کرده است، و تو مساوی با کسی هستی که خود را مرد میگوید. هیچ برتری زن با مرد ندارد، مرد با زن ندارد، مگر به تقوا. چه بسا اوقات است که رسول ما صلی الله علیه و سلم حدیث زیبایی را میفرماید که چیز زیبا و چی جایگاه بلند او زنی دارد که خودش به خداوند متعال در اخیر شب بخیزد، وضو بگیرد، بعد از او با شوهر خود را با تمام محبت بلند بکنه و برش بگه بخی یک دو رکعت نماز بخوان. هیچ کس با پای از این زن نمیرسد، هیچ کس با پایش نمیرسد. زنی که سبب شود که شوهر خود را به خدا ایستاده بکند، و زن قطعا چنین کاری را کرده میتواند. زنی که اولادش را متوجه به نماز بکنه، فرزندم نان خو برات میتوم، لباس تمی شویم، جای را برات آماده میکنم، طعام را برات پخته میکنم، ولی از توی را میخوام که در مساجد باید باشی، تو باید در صف اول باید باشی. زن است که میتونه اینا را بیدار بکنه و به طرف نماز تشویقشان بکنه و خودش نماز بخونه. این خانواده ای که در دین تربیت شود و حقوق دینی را رعایت بکنه، سبب برکت در خانه، خوشی در خانه و سبب دوری از امراض می شود. خانواده هایی که از این ارزش ها دور می باشد، می بین نتیجه چی است؟ بی برکتی در خانه شان است، نفاق در خانه شان است، مرض در خانه شان است. پس زن مؤمنی که متعهد به دین بوده باشد، متعهد به ارزش های دینی بوده باشد و وسیله نیک برای دعوت اسلامی و گسترش حاکمیت دین خدا می شود. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم آنانی را که فرزند را بر زن و بر دخترش ترجیح می دهد، پیغمبر علیه السلام چیزی با می فهم می گه کسی که برایش دختر داده شده، او را تربیه نیکی بکنه، توهینش نکنه و ترجیحش ندهد بر بچهش، ادخله الله الجنه، اینی پدر را خدا داخل جنت میکنه. پدری که فرزندش را ترجیح بر دخترش ندهد، دخترش را ادب خوب بدهد، علم برش بدهد، تربیه برش بدهد، پیغمبر میفرمه که ادخله الله الجنه، اینی پدر را الله داخل جنت میکنه. خداوند متعال ما شما را از این پدرها بگرداند و خداوند متعال به خواهرای ما شما این فرصت را الله بدهد که اول علم را بگیرد و
و در دعوت دین، در گسترش دین، در حاکمیت دین دوشادوش مرد مبارزه بکند. خداوند متعال به زنان ما این فرصت را بدهد تا بتانند ارزش‌های دینیشان را به دیگران برسانند. اونا در باب دعوت پیش قدم بوده باشند. اونا در اصلاح جامعهشان نقش خود را ایفا بکنند. اونا در امن کشورشان نقش خود را ایفا بکنند. در حاکمیت دین خدا نقش خود را ایفا بکنند. و خداوند متعال ما شما را از همچی زنها محروم نکنند. پروردگار عظیم به لطف کرمش به خانواده های مؤمن این فرصت را عنایت بکنند تا هر زنی، هر دختری که در خانهش است، اونها دوش آدوش با مردایشان در راه اعلای کلمت الله و امن کشور مبارزه بکنند. ما این را میخواییم ببینیم، تلاش بکنه این زنهای ولگردی، این زنهای وحشی که به نام دفاع از حقوق بشر، به نام دفاع از حقوق زن، جز دزدی شی دیگر را یاد ندارند، جز فساد شی دیگر را یاد ندارند. این جای تأسف است که از زنان مؤمن، پاکدامن، متعهد، با ایمان از اینا دفاع بکنن، حقوق از اینا را اینا برش معرفی بکنن. این جای شرم است. من به این باور دارم که اگر ما مسئولیت خود را دقیق بگیریم، ما در تربیت سالم دخترای خود کوشش بکنیم، در رشد علمی از اونا کوشش بکنیم، در توسعه و انکشاف علمی و اخلاقی و دینیش سعی بکنیم، یقین دارم که جامعه ما به طرف خوبی می رود. حقوقی که خدا برای زن داده است چنان حقوقی است که تا امروز نمیتونه بشر برش بدهد. این حقوق دروغینی که میدهد جز فساد شی دیگری نیست، جز خرابی شی دیگری نیست. این قانونی که مورد مطالعات مراجع علمی قرار گرفته، چنان قانون ریشخند است، چنان قانون زشت است، شما باور بکنید که مضحکانه است که او را انسان تطبیق بکنه، مضحکانه است که از او تعبیر به قانون بکنه، ولی حکومت غدار ما او را به عنوان قانون مطرح میکنه، او را میخواهد که نافذ بکنه. و جالب است که در هرات ما محبس را دیدم، یک نفر کلان نوشته کرد و یک چند نفر که ما شکار خشونت علیه زن هستیم نوشته کرده بودن، افتیده بودن در بندی خانه ها. و من میگم چقدر خوب خواهد بود که همین قاضی هارم خدا اما تو از مورد خشونت زن قرارش بدهد که این قانون را نافذ میکنه. و چه یک وقتی بود که کسایی که قانون را توشیح میکنه، این قانون را قبول کرده و این لکه بدنامگی را به این ملت داده است، الله متعال همین مردم را مورد خشونت همین زن قرارش بدهد که یک چند وقت در بندی خانه بفته، بعد بداند که این قانون یعنی چی. و زیبا هسته که ما به این باور هستم که یکی از مراجع حقوقی و علمی این قانون را تحقیق کرده است و علما از بیرون هم آمده بودن سرش کار کرد، و وقتی که تشریح شد کسایی که دفاع میکردن از شرم والله گفتن که همین چیزا را نوشته نکنی، عالی خودت شدن از شرم، نتانستن دفاع بکنن، نتانستن تعبیر بکنن. ولی ظلم است که قانونی که خدا بر ما داده او را باید نافذ بکنیم، در ضمنش اعتراف میکنیم با قصور خودمان، این را اعتراف میکنیم ما ظالمانه برخورد با زنان میکنیم، حقوقشان را نمیتیم، جنایت در حقش مرتکب میشیم. این چیزیش که دین نگفته، این را افغانا میکنند، این را مسلمان ها میکنند. دین نمیگوید، دین میگه که میراث برش بده، حقش است. عجیب است، پدری که خدا آجی میگوید ریسفید عمرش در وقت رفتن هستن، بچه‌ش میخوام بیا بچه‌ای که دمی عمر خودم همه حق شما را بتم، اینی زمین از احمد، ای از محمود، ای از فلانه، ای از دسپانه. ای احمق پدر فکر نمیکنه که دختر ای هم حق دارد، خدا برش حق داده است، تو چی کار هستی که حقش نمیتی؟ پس این ظلم ما میکنیم. دین خود نگفته، دین خود تسلیم لذکر مثل حظ النسای، دین خود را تصریح کرده. پس وقتی که ما حقش میخورم، ما باید جور شوم، نه اینکه دین بدنام شود. دین میراث را حق ثابت برای زن معرفی میکند. هر کسی که نمیدهد گناهکار است و خداوند متعال از این پدر در روز قیامت پرسند میکند. و جالبی است که تو را کی گفته که تقسیم شروع کن؟ وقتی که مردی تقسیم خدا تنظیم کرده است. اگر برادران میتو گناهکار، خب برادران میجا تو چرا خدا گناهکار میکنی و این تقسیمات را شروع کردی؟ ببینید این گناهی است که ما میکنیم، دین نمیگوید. اسلام عزیز برای ما میگوید که دخترت باید علم بگیرد. اگر ما منش میکنم، خب ما منش میکنم. اسلام خود نگفته که دختر را به علم تشویق نکن و نباید درس بخونه. این جنایت خود من مرتکب میشم، این جنایت خود من مسلمان میکنم، نه دین. اسلام میگه که زن حق مهر دارد،
و مهر وسیله توثیقی رابطه فامیلیش است. هرگاهی پولش را پدر، کاکا، برادر در جیب خود میگذارد، آیا دین گفته ایرا؟ ایرا خرواج ما تو گفته، ایرا خرواج مضحکانه و ظالمانه افغانستان گفته. ای پول گرفتن در حقیقت غلط است و ای دوسی است، ای بیغیرتی است. ای کار نکنین، از خدا بترسین و پول زن را نباید بگیرین. تو را کی گفته که ای کار را بکن؟ دین خوی را نگفته است. بنان ای دین که نگفته ما میگیم. آیا اسلام عزیز ای را گفت؟ اسلام خو میگه زنی که شوهرش وفات میکنه اختیارش با خودش است. و فقهای ما میگوید که زن بیوه او به اشاره و به سکوت رضای ثابت نمی شود. او تصریح باید بکنه که من کس را میگیرم نمیگیرم. هرگاه ما زن را به میراث میدیم، در حقیقت جنایت است که ما انجامش میدیم. دین خوی را نگفته است، این خو رواجای مبتذل ما گفته است. پس این رواج را از دین جدا بکنن. زن بیوه حق دارد که با کسی که دوست داشته باشد عروسی بکنن. این چیزایی که ما او را معنی حیث میراث میدیم، این خو ظلم ما است، این خو کار ناروای ماست که ما میکنیم. اگر لط کرده میشود، زده میشود، گفته میشود، تحقیر میشود، این کارای مسلمانای ما هستند، نه کارای دینی ما. پس کل ما تلاش بکنیم که این دین را به خانه خانه برسانیم، حقوق مردم را در روشنی دین تشریح بکنیم، با مردم بفهمانیم که اگر تو ظلم میکنی پروردگار از تو پرسان میکند، اگر تو جنایت میکنی پروردگار از تو پرسان میکند. و این کل گپ تعلق دارد به فهم صحیح دین. خداوند متعال شما را توفیق عنایت بکنه تا این دین را درست بدانیم، درست تعبیرش بکنیم، درست دفاع بکنیم و درست به دیگران برسانیم. اقرار بکنیم، به اعتراف بکنیم به عجز ما، به نافهمی ما، به ضعف ما. از خداوند متعال میخواهیم امن را در کشور ما، از خداوند متعال میخواهیم که مادرای ما به مسئولیت های خود متوجه شود، پدرای ما به مسئولیت های خود متوجه شود، در ساختن یک جامعه زیبا با امن با عفت تلاش بکنیم و حجاب را رعایت بکنیم. پرسان بکنیم که اولادای خود را خود ما هستیم بوت میخریم، ما هستیم لباس میخریم، آلی اید نزدیک است کل ما لباس میخریم. بپرسان بکنیم کدام پدر دخترش را گفته اینجا بیا، تو حق داری که لباس بخری، ولی این لباس های گندرانی، این لباس های مردارانی، این لباس هایی که بدنت معلوم میشه از این دوری بگی. این مسئولیت ما و شماست و من حیث یک مسلمان باید تلاش بکنیم و تلاش بکنیم که من حیث یک مسلمان از خانواده خود شروع بکنیم. زن ما اگر معلم است به طرف مکتب میرود، یک بار تا بالا سعی بکنم که چی را پوشیده است، چی رقم لباس پوشیده. دخترم اگر مکتب می رود یک بار ببینیمش که چی را پوشیده است، چطور لباس وطن دارد. اگر به وظیفش می ره یک بار ببینین چی را پوشیده است، به چی آرایش می رود. بنان غیرت خود را باید به دست بیاریم. دوز کی است؟ دوز کسی که از نوامیسش عایدات را به دست می آرد و ناموس خود را در معرض فروش قرار می دهد. و پیغمبر میگه با این مردم در راه هم نروید، در راه هم رایش نروید. ما تعجب میکنیم که چگونه مسلمان هستیم، چگونه با غیرت هستیم که دخترای ما لباس را می پوشد. انگامی که در سرک ها تیر می شود کلگی به طرفش متوجه است. آیا تو پدر و تو برادر و تو مسلمان و دخترت خبر نشدی؟ او را ندیدی؟ با او متوجه نیستی؟ خداوند متعال سر ما و شما رحم بکند. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصد خيرنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك بحرمة أسمائك الحسنى
وبحرمة كل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو املي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته رحمن يا رحمن بابا جيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا